سر خط خبرها. ولی شنبه صبح بعد از 2 دهه افغان‌ها سر یک میز میشینن و آمادن تا با مذاکرات جدی کشور رو به جلو ببرن. سفر وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در افتتاحیه مذاکرات بین افغان‌ها. هیئت افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله برای گفتگوهای صلح عازم قطر شد. اتهام علیه هکرهای ایرانی، چینی و روس. مایکروسافت میگوید هدفشان تأثیر بر انتخابات آمریکا است. تهران گفته برایش فرقی نمی‌کند چه کسی در کاخ سفید باشد. واکنش فیفا به پرونده نوید افکاری. فدراسیون جهانی فوتبال خواستار لغو اعدام کشتی‌گیر ایرانی شد. و مرگ سالانه هزاران زندانی در آمریکا، بیشترشان سیاه‌پوست هستند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان پس از 1 هفته تأخیر برای شروع مذاکرات صلح با طالبان امروز کابل را به مقصد قطر ترک کرد. هر دو طرف، دولت و گروه طالبان، اعلام کردند مذاکرات صلح فردا در دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. علاوه بر رهبران دو طرف، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه قطر هم در مراسم افتتاح این گفتگوها حضور خواهند داشت. آقای پومپئو امروز درست در 19 سالگرد حملات 11 سپتامبر برای شرکت در این مراسم عازم دوحه شده و گفته است که اگر طالبان به تعهداتش عمل کند، همه نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان خارج خواهند شد. او در طول پرواز با خبرنگاران نظامی صحبت کرد. قبل از هر چیزی ممنون از شما که در این سفر تاریخی ما را همراهی می‌کنید. از آخر فوریه که ما با طالبان توافقنامه امضا کردیم، بیشتر از چیزی که تصور می‌کردیم طول کشید تا به اینجا برسیم. ولی شنبه صبح بعد از 2 دهه افغان‌ها سر یک میز می‌شینن و آمادن تا با مذاکرات جدی کشور را به جلو ببرن. همکارم نسرین نوا از کابل با ما است. اعضای هیئت مذاکره کننده از کابل چه کسانی دیگری به قطر رفتن؟ نسرین، در کنار هیئت مذاکره کننده 19 نفری، امروز از کابل یک هیئت بلند رتبه مقامات دولتی افغانستان هم راهی قطر شدند، از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه، سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح و سلام رحیمی نماینده خاص رئیس جمهوری در مسائل صلح افغانستان. در کنار مقامات بلندپایه دولت افغانستان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم به قطر رفته و قرار هست که در روز اول شروع مذاکرات این نماینده‌های مختلف کشورها و مقامات دولت افغانستان حضور داشته باشند، سخنرانی بکنند. در اعلامیه شورای عالی مصالحه آمده که آقای عبدالله قرار است در روز اول سخنرانی داشته باشه و در حاشیه سفر با مهمانان ویژه و همینطور رهبری کشور قطر دیدار بکنه. جزئیات بیشتری در مورد اولین روز در دست نیست و اولین روز بیشتر تشریفاتی و پر از سخنرانی های آغازین خواهد بود. هنوز هم مشخص نیست که آقای عبدالله با ملا برادر هم شخصا دیداری خواهد داشت در قطر یا خیر. آقای عبدالله امروز در میدان هوایی از شروع مذاکرات به عنوان یک روز تاریخی در طول 4 دهه منازعه افغانستان یاد کرده، چیزی که در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا و همینطور سازمان ملل، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هم با الفاظ مشابهی یاد شده. هر دو نهاد خواستن که از هر دو طرف هر چه زودتر از این فرصت استفاده بکنن و بتونن پایان جنگ در افغانستان رو رقم بزنن. دو نفر از هیئت 21 نفری افغانستان نتونستن به این سفر برن، بیشتر از اونها بهمون بگو. خانم فاطمه گیلانی که قبلا رئیس هلال احمر در افغانستان بوده، امروز به علت مریضی از رفتن به این سفر خودداری کرده، و همینطور غیرت بهیر نماینده حزب اسلامی هم که به رهبری گلبدین حکمتیار اداره میشه، به خاطر یک سری ملحوظات سیاسی گفته که حاضر نیست جزء هیئت مذاکره کننده باشه. قبلا هم آقای حکمتیار رهبر این حزب حضورش در شورای عالی مصالحه را رد کرد
کرده بود، ولی باقی اعضای مذاکره کننده همه امروز به قطر رفتن، از جمله معصوم استانکزی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان که ریاست هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان را به عهده داره. متشکرم از تو نسرین نوا در کابل. مذاکراتی که قرار است فردا در قطر شروع بشه سرنوشت سازترین گفتگوهای چهار دهه اخیر تاریخ افغانستان توصیف شده. نظر بینندگان افغان رو پرسیدیم در مورد امیدها و نگرانی هاشون در این زمینه. من به عنوان نسل جوان کشور به این عقیده هستم که ما مردم افغانستان از وضعیت فعلی و کنونی کشور دیگر به سطوح آمده ایم. ما مردم دیگر جنگ نمیخواهیم. ما مردم دیگر برادرکوشی، خونریزی، قتل، نامنی ها را دیگه نمیخواهیم. ما میخواهیم در فضای صلح و امنیت زندگی کنیم. ما به عنوان انسان حق داریم تا در فضای امنیت، فضای اقتصادی خوب، سیاسی خوب زندگی کنیم. بنان ما مردم افغانستان حاضر هستیم تا هر گونه دستاوردهایی که داشته باشیم تا این 18 سال اخیر فدای صلح بکنیم. یک شکستی است برای امریکایی که روزی آمد به خاک ما آمد برای یک امنیت بیاره، و این ننگ کلان است برای کل مردم افغانستان، برای کل کلانای مردم افغانستان. تشکر. امیدواری ها زیاد است و هم امیدوار است و هم خوشبین استم که اگر خدا خواسته باشد جنگ 40 ساله افغانستان انشاءالله به زودی به پایان خواهد رسید، و نگرانم هستم از دستاوردهای مثبت 18 سال گذشته که طالبا زیاد به چشم دستاورد نمیبینه با آنها، و امید ما از تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستانی است که از ارزش ها و دستاوردهای مثبت که در 18 سال گذشته به دست آورده حمایت کنند، چون رژیم طالبان و مفکوره طالبانی برای نسل ما و جوانان دیگر که در افغانستان هستند به هیچ وجه قابل قبول نیست و ما به عقب بر نمی‌گردیم. آمدن طالبان در حکومت افغانستان ما ارزش‌های 20 ساله خود از دست می‌دیم، همچنان افتخاراتی که در 20 سال داشتیم از دست می‌دیم، و تا هنوز هیچ جایگاه مشخصی به خاطر قربانیان جنگ معلوم نیست در پروسه صلح. و طالبان با ترفند جدیدی که روی کار گرفتن، یک تعداد افراد پیر و بدرد نخور خود را میخواهند در حکومت شریک بسازند و ماشینه جنگی خود را تحت نام داعش دوباره فعال بسازند، و بسیار جای جگرخونی و افسوس است که ما در یک جنگ نامعلوم عساکر امنیتی خود را از دست می‌دهیم با امید یک صلح واقعی. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دور دوم انتخابات مجلس ایران برای تعیین تکلیف 10 کرسی از صبح امروز آغاز شد. این انتخابات قرار بود حدود 6 ماه پیش برگزار شود، اما به دلیل شیوع کرونا به تأخیر افتاد. در دور اول انتخابات از 290 حوزه انتخاباتی، نامزدهای پیشتاز در 11 حوزه نتوانستند حداقل آرای لازم را به دست آورند. پس از رد صلاحیت نامزدها و لغو رأی‌گیری در حوزه میانه در آذربایجان شرقی، انتخابات امروز در 10 حوزه باقی مانده برگزار می شود. وزارت خارجه ایران میگوید شکایتی از طرف کانادا در مورد ساقط کردن هواپیمای اوکراین دریافت نکرده، و اگر آن را دریافت کند هم از نظر جمهوری اسلامی چنین شکایتی اعتبار ندارد. چند روز پیش روزنامه کانادایی نشنال پست نوشت تشکیل دو پرونده حقوقی علیه ایران در دادگاه‌های کانادا به طور رسمی به اطلاع وزارت خارجه ایران رسیده. حدود 8 ماه پیش هواپیمای اوکراین با دو موشک سپاه ساقط شد و 176 سرنشین آن از جمله تعدادی شهروند ایرانی کانادایی کشته شدند. تعدادی از مشهورترین هنرمندان و نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران شدند. اولیویا کولمن بازیگر بریتانیایی برنده اسکار، مازیار جبرانی کمدین و بازیگر، شهره آقداشلو و سایمون ریکس از جمله افرادی هستند که این نامه را امضا کردند و از مردم سراسر جهان خواستند برای آزادی خانم ستوده تلاش کنند.
شرکت مایکروسافت میگوید هکرهای مرتبط با روسیه، چین و ایران تلاش‌های خود را برای نفوذ به حساب‌های افراد و گروه‌های فعال در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشدید کردند. ایران این اتهام را رد کرده و میگوید برای تهران تفاوتی ندارد چه کسی در کاخ سفید باشد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. انتخابات جنجالی آمریکا برای تعیین رئیس جمهوری نزدیک است. حالا هکرها بیش از گذشته مشغول فعالیت هستند تا بتوانند به آینده سیاسی مهمترین بازیگر جهانی جهت بدهند. این هشدار شرکت مایکروسافت به رای دهندگان آمریکایی است. هشداری که در آن نوشته شده یافته‌های این شرکت با تحقیقات دولت آمریکا همخوانی دارد. تحقیقاتی که نشان می‌دهد گروه‌های خارجی تلاش‌های خود را برای مداخله در انتخابات 2020 تشدید کردند. بنابر یافته‌های مایکروسافت، حملات سایبری اخیر الگوی مشابه را دنبال می‌کنند. هدف حملات فقط نامزدها و ستاد انتخاباتیشان نیست، بلکه مشاوران نامزدها را هم شامل می‌شود. البته بیشتر این حملات پیش از آن که به هدفشان برسند، شناسایی و متوقف شدند. نام‌های آشنا در یافته‌های شرکت مایکروسافت دیده می‌شود: ایران، چین و روسیه. ایران در نخستین واکنش به گزارش مایکروسافت دست داشتن در این حملات سایبری را رد کرده. ایالات متحده که دهه‌ها در انتخابات کشورهای دیگر از جمله ایران دخالت کرده، با کودتا دولت منتخب مصدق را سرنگون کرده و کارزار فعال ضد اطلاعاتی بر علیه دیگر کشورها را رهبری می‌کند، در مقامی نیست که چنین ادعای مضحکی بکند. برای تهران اهمیتی ندارد چه شخصی در کاخ سفید ریاست می‌کند. آنچه مهم است پایبندی واشنگتن به حقوق، قواعد و نرم‌های بین‌المللی و دست برداشتن از دخالت در کشورهای دیگر و عمل به تعهدات خود است. روسیه و چین هم در ماه‌های اخیر اتهام دخالت در انتخابات آمریکا یا حملات سایبری را رد کردند. پیشتر رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفته بود که واشنگتن برای چینی‌ها، روس‌ها و ایرانی‌ها روشن کرده که هر تلاشی برای دخالت در انتخابات آمریکا عواقب بدی خواهد داشت. بنابر تحقیقات مایکروسافت، گروه استرانتیوم یا فنسیبر هکرهای روس هستند که مسئول حمله سایبری به کارزار هیلاری کلینتون در انتخابات سال 2016 بودند. بیش از 200 سازمان و مؤسسه هدف حملات این گروه بوده. گروه زیرکونیوم گروهی از هکرهای چینی است. گفته می شود به افراد مشهور که در انتخابات نقش دارند حمله می کند. به ویژه به شماری از افراد مرتبط با جو بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات آتی ریاست جمهوری امریکا. گروه هکرهای ایرانی فوسفور نام دارد. هکرهای ایرانی به حسابهای شخصی نزدیکان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی امریکا و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات حمله کردند. حمله هایی که البته ناکام مانده. مایکروسافت میگوید به بودجه بیشتری برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری 2020 نیاز است. امنیت سایبری انتخابات یک طرف، آنچه حالا نگران کننده شده تلاش برخی کشورها برای گسترش اطلاعات نادرست و به اصطلاح فیک نیوز است. اطلاعاتی که میتواند در تصمیم رأی دهندگان هر انتخاباتی اثرگذار باشد. آن هم در دورانی که آدمها اینترنت و شبکه‌های مجازی را به عنوان بهترین دوست خود برگزیدند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در افتتاحیه مذاکرات سرنوشت ساز بین الافغانی عازم قطر شد. مایکروسافت میگوید هکرهایی که با ایران، روسیه و چین مرتبط هستند قصد دارند بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارند، اما تهران میگوید برایش فرقی نمی‌کند چه کسی در کاخ سفید باشد. در ادامه برنامه، مرگ سالانه هزاران نفر در زندان‌های آمریکا. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به حکم اعدام نوید افگاری، کشتیگیر سابق تیم ملی ایران، واکنش نشان داد. فیفا در توییتی نوشته همراه کمیته جهانی المپیک در چند روز گذشته خبرها را پیگیری کرده و از حکمی که برای نوید افگاری صادر شده نگران است. آقای افگاری در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به قصاص نفس و اعدام محکوم شده.
مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای رستمپور، این واکنش فدراسیون فیفا چقدر فراتر از بیانیه میره؟ درود بر شما و بینندگان محترم. به راستی بی سابقه است، یعنی کارزاری که در جهان برای جلوگیری از اعدام نوید افکاری شکل گرفت در تاریخ ورزش بی سابقه است. اول اینکه خب خود مقوله اعدام سابقه ای نداره که یک ورزشکار در دنیا اعدام بشه، در بسیاری از کشورها هستن اعدام وجود نداره، ولی به طور کلی در قیاس با هر گونه کارزار اجتماعی که در حمایت از یک ورزشکار صورت گرفته این مقوله بی سابقه است، به نحوی که فیفا و آیوسی که چه بسا ارتباط مستقیمی هم سازمان‌های اونا با این ماجرا نداره، تحت فشار ورزشکاران در سراسر دنیا، یعنی ما نمونه‌های متعددی دیدیم که رسانه‌ها فشار آوردن اما این نهادهای محافظه‌کار واکنش نشون ندادن، اما نمیتونن در قبال ورزشکاراشون سکوت کنن و چون دیدن که این ورزشکار از کشورهای مختلف هستن، آمریکا، حتی روسیه، جمهوری آذربایجان، هندوستان، کشورهای مختلف اروپا، IOC و فیفا واکنش نشون دادن. به هر حال دیدیم که در قبال سیل، زلزله، ویروس کرونا یا قحطی در نقاط مختلف جهان این نهادها باز ارتباط مستقیم نداشتن اما واکنش نشون دادن، حمایت کردن و اینجا هم خواستار لغو حکم اعدام نوید افکاری شد. این حساسیت های بین المللی و این محکومیت ها چقدر کار رو برای ورزش ایران سخت‌تر میکنه؟ ورزش ایران خودش الان کنار نوید افکاریه، یعنی ورزش ایران به این فکر نمیکنه که حمایت های جهانی برای لغو یک حکم اعدام کار رو برای ما سخت میکنه. اونا بسیاری از این ورزشکاران واکنش نشون دادن، خواستار لغو حکم اعدام شدن. در واقع کار رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه که چه بسا اعدام های پرشماری بوده به همین ترتیب بدون محاکمه مشخص، چه بسا بیگناه اعدام شدن. اما این بار اتفاقی که افتاده و تفاوت اینجاست که دنیا داره میبینه و پیگیر این ماجراست، حساسیت ها برانگیخته شده. ورزشکارانی که در کشورهای خودشون بسیار محبوبن و میلیون ها هوادار دارن حساسیتشون رو نشون دادن و حساسیت اونها یعنی هوادارانشون، یعنی شهروندان اون کشورها، و به همین خاطر واقعا عاقلانه ترین کار اینه که این حکم لغو بشه و از نوید افکاری که به دو بار اعدام محکوم شده در واقع این حکم به اجرا گذاشته نشه. متشکرم از شما مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. سپاسگزارم. برای سومین شب متوالی پناهجویان مستقر در کمپ موریا که در آتش سوخت شب را در بیابان به صبح رساندند. بر اساس گزارش ها آب سالم و غذا به این منطقه نرسیده و گروهی از محلی هایی که مخالف مهاجران هستند بار دیگر به پناهجویان حمله کردند. علی همدانی و این گزارش. سومین شب متوالی زیر سقف آسمان در بیابان، بیش از 12,000 نفر به امید وعده هایی که از این سو و آن سو شنیدند سر گرسنه بر بالین بر زمین گذاشتند. در آستانه فصل سرد، پای رفتن دارند اما جای رفتن نه. با محاصره تپه محل استقرار این پناهجویان توسط نیروهای امنیتی یونان، اینجا خبری از قضا نیست. دیرتر شب گروهی ناشناس که پناهجویان معتقدند از گروه‌های دست راستی محلی هستند و مخالف پناهجویان به آنها حمله کردند. کمپ موریا دیشب آتیشش زدم، امشب هم دوباره آتیشش زدم. محلی‌ها تهدید کردند که اگر پناهجویان نروند خانه خرابشان می‌کنند. امروز صبح پناهجویان در محدوده‌ای که محاصره شدند. هدایت یکی از همین پناهجویان میخانمان. مهاجران هی بالا پایی میرن، نه آبی نه غذایی، هیچ رسیدگی نیست. کسی تا حالا نیومده سوال جواب کنه، نه آبی هست. دیروز فقط یه وعده ناهار دادن، دیگه هیچ غذای دیگه نیوردن تا الان. بیا. پناهجویان در جستجوی زندگیشان زیر آوار. دل ما به زحمت ها هم سوزه. ولی خدا خانه شنو خراب کنه، دلم نمی کنه که برم راحت شیم به خدا. نماینده کمیساریای عالی حقوق پناهجویان در یونان که به محل حادثه آمده میگوید کشورهای دیگر هم باید به کمک بیایند. پناهجویان اما ناامید.
مردمی که همه آوارن و هیچ کس واسه اونا هیچ کاری نمیکنه. اتحادیه اروپا میگه نمیتونه برای اینا کاری بکنه، ولی اگه یه جا جنگ بود حتما همه اتحادیه اروپا با هم یکی میشدن، اسلحه میفرستادن تا آدما رو بکشن، ولی حالا که این آدما نیاز به کمک دارن هیچ کی به اونا کمک نمیکنه، چون منافع ندارن بر اونا. اتحادیه اروپا فقط یه بازیگر که نقش حقوق بشر خوب بازی کنه، ولی وقتی که اسم انسانیت میاد وسط هیچ کاری نمیکنه، وقتی منافع براش نذاشته باشه. دوگاه سوخته امروز شاهد اعتراض پناهجویان. میگه ما کمپ نمی کنیم، ما رو باید از اینجا خارج کنین، ما رو انتقال بدین همین الان. در حالی که روز گذشته برخی کشورهای اروپایی از جمله هلند و آلمان سخن از کمک به میان آوردند، امروز وزیر کشور آلمان گفته شاید نیازی به مداخله نباشد. در میان مصیبت‌ها کرونا، در این جمعیت دغدغه‌ای گم شده است. علی همدانی، بی بی سی. سال 2020 تا همین جای کار برای آمریکا سال سختی بوده، نه فقط به خاطر کرونا بلکه به خاطر اعتراضای گسترده به مرگ جورج فلوید و تیراندازی پلیس به جیکوب بلیک. اما همزمان بحران دیگری در زندان‌های آمریکا در جریان است. هر سال هزاران زندانی می‌میرند. جمعیت این زندان‌ها عمدتاً به شکل نامتناسبی آمریکایی‌های آفریقایی تبار هستند. هیلاری اندرسون خبرنگار بی بی سی به زندان پارشمن در میسیسیپی رفته و این گزارش را ساخته با این هشدار که این گزارش ممکنه برای بیننده‌ها ناراحت کننده باشه. در جایی که زمانی از محکومان مثل برده ها بیگاری می کشیدند، زندانیز بدنام و تحت حفاظت شدید. ما را داخلش راه ندادند، اما می دانیم آنجا چه خبر است. وضعیت بحرانی در این زندان با موبایل هایی ضبط می شود که قاچاقی وارد اینجا شده. کارکنان اینجا نه تعدادشان کافی است و نه حقوق خوبی می گیرند. وقت دعوا هم خبری ازشان نیست. ممکن است برخی با آنها که قانون شکنی کرده اند همدردی نداشته باشند، اما با کاهش بودجه زندان‌های میسیسیپی به مرگبارترین زندان‌ها در آمریکا تبدیل شدند. ساختمان زندان ویرانه، آماج باران و سیل. مار در راهروها میلولد. زندانی‌ها میگویند موش و سوس شب‌ها از سر و کول آدم‌ها بالا می‌روند. Mold is everywhere, but it's the food the inmates hate most. دسموند 14 سال در بدترین جای زندان بوده. واحد 29 به آن سوراخی میگویند. The kitchen was full of insects, maggots. آشپزخونه پر از حشره بود، کرم. یه بار در اومد که تو شیرینی موش بوده. من و چند تا از همبندیان ریختیمش دور و واسمون دردسرساز شد. مسئولان زندان میگویند غذا مقوی و قابل خوردن است. آنها میگویند غذای لذیذ جز حقوق زندانی ها نیست و اینکه هر چند آنجا ضد عفونی شده، ولی جک و جانورها بخشی از واقعیت زندگی هستند. جوان ظرف 3 هفته در آن زندان 13 کیلو لاغر شد. پایش از شدت کپک عفونت کرد. واقعا خوشحالم از اونجا اومدم بیرون. اتفاقای زیادی میافتاد. خودم آدمایی رو دیدم که جلوی چشام مردن. جوان یکی از 2,200,000 آمریکایی در بند بود. هیچ جایی اینقدر زندانی ندارد. زندانی‌های میسیسیپی بیشترشان سیاه‌پوستند. نمیخوام بگن که این یه بحث نژادیه، اما خب همه میدونن داستان چیه. 8 ماه پیش در زندان یک درگیری پیش آمد. برق‌ها را خاموش کردند. زندانی‌ها برای اینکه کمک بگیرند آتش روشن کردند. در این تاریکی یک مرد 42 ساله دیابتی بود به اسم ای دی میلز. این پسرمه. یکی داره برای کمک صداش میکنه برای اینکه دارو لازم داشت. به شدت نیاز به آب داشت. ساندرا میگوید پسر دیابتیش هفته ها دسترسی به دارو نداشته. روایت های مشابه دیگری هم شنیدیم. مسئولان زندان در مورد مرگ ایدی نظری ندادند، اما به بی بی سی گفتند به شدت دنبال بهبود وضع زندان هستند و اینکه پیشرفت های خوبی داشتند. مرگ جورج فلوید، تیراندازی به جیکوب بلیک و مرگ دانیل پرود داستان خشونت پلیس را بار دیگر برجسته کرد.
اما دولت دونالد ترامپ سعی کرده بر تعداد واقعی مرگ‌ها در زندان‌ها سرپوش بگذارد. آمارهایی که نشان می‌دهد بحران جدی است. می‌دونیم که در کل کشور حدود 5000 نفر در سال در زندان‌های آمریکا می‌میرند. همچنین می‌دونیم که شاید نیمی از این تعداد یا خودکشی می‌کنند یا اووردوز مواد مخدر. بنابراین میشه گفت 2500 نفر به خاطر مسائل دیگه‌ای می‌میرند. این رقم 2 تا 3 برابر شمار افرادی هست که به دست پلیس کشته میشن. زمان عبادت است. همین امسال 29 نفر در اینجا جان خود را از دست دادند. و اجازه بدید که در اینجا یادآوری کنم برنامه ویژه صفحه 2 درباره انتخابات آمریکا از امروز شروع میشه. فرناز قاضی‌زاده مجری صفحه 2 اینجاست که بیشتر توضیح بده. فرناز. ممنونم ناجیه. سلام. از یه تکه کوتاه صدا که نشون میده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از هفته اول فوریه خبر داشته کرونا چقدر کشنده است و در هفته‌های بعد سعی کرده خطر اون رو در حد یک آنفولانزای معمولی نشون بده تا گاف‌های جلو و پشت صحنه کاندیدای رقیب او جو بایدن. بالا پایین شدن لحظه به لحظه آرای دو نامزد در ایالت‌های مختلف و جزئیات یکی از مهم‌ترین انتخابات جهان در ویژه برنامه صفحه 2 برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته‌های باقی مونده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. این انتخابات جذاب و تماشایی رو هر جمعه با خبرنگاران با سابقه بی بی سی در دفتر واشنگتن دنبال کنید. ما براتون داستان‌های انتخابات 59مین رئیس جمهوری آمریکا رو هر هفته روایت می‌کنیم. صفحه 2 ویژه انتخابات آمریکا جمعه شب‌ها 9 شب تهران، 5:30 لندن، 12:30 وقت واشنگتن. ممنونم فرناز و اجازه بدید بریم به آمریکا. تصاویر زنده داریم از مراسم 19مین سالگرد واقعه 11 سپتامبر در سامرست کانتی ایالت پنسیلوانیا در حال برگزاری است. این مراسم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن رقیب انتخاباتیش از حزب دموکرات هر دو امسال در این مراسم شرکت کردند. ده سال از یکی از دردناکترین وقایع تاریخ آمریکا میگذره، روزی که در اون نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. سال 2001 افرادی که به گروه القاعده وابسته بودند با ربودن چند هواپیمای مسافربری و هدایت اونها به سمت برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون باعث مرگ هزاران نفر شدند. رسیدیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.